نامه نوشته انیشتن برای پروفسور حسابی و توسط پروفسور حسابی با مرحوم آیت الله العظمى بروجردی آشنا مثلث عشقی بوده. خب به سلامتی ارزش کردن کریس رونالدو و آنجلینا جولی و راجر واترز و بلا حدید تموم شد، الان رفتن سراغ دانشمندا. حالا هم تو واسه انیشتین و نیوتن و گراهام بل یکی یه کارت بسیج صادر نکنن که آروم نمیگی گیرن. 40 تا نامه نوشته بین ایشون و آقای بروجردی. 40 تا نامه؟ والا انیشتین با زنش اوپنهایمر هم انقدر ارتباط نداشته. بعد یه آخوند به یه دانشمند چی داشته بگه؟ لابد میپرسید عزیزم چی تنته؟ اونم مینوشته هیچی، فقط یه لباس ضد تشعشعات هسته‌ای با ماسک. نامه ها الان در لندن در یه موزه خصوصی موجوده. باش، حالا گیریم که نامه های بروجردی به انیشتین توی یه موزه خصوصی داخل لندنه. نامه هایی که انیشتین واسه بروجردی فرستاده کجاست؟ اونا باید پیش تو باشه قاعدتا. مطالبی که اونجا انیشتین بیان کرده و پایان کارش که مسلمان میشه، شیعه میشه. واقعا؟ شما که اینقدر اطلاعات دقیقی داری مسلمون شد ختنه هم کرد؟ شاید ایده ساخت کلاهک هسته‌ای رو اصلا از همون گرفته باشه. و به آقای بروجردی نوشته شما مرا با حقیقتی بسیار بزرگ آشنا کردید. شما مرا با رهبرانی، با امامانی. مردک مگه نمیگی نامه ها توی یه موزه خصوصی داخل لندن؟ پس تو آخوند دوزاری قومنشین چجوری ختم خدش رو حفظی؟ نکنه انیشتین یه رو نوشتن واسه تو میزد اون وسط. حاجت ازدواج میخوای؟ این که یه سری از شهدا هستن که حاجت ازدواج میدن. علی حاتمی که از اون شهدای شاخصه که تو امر حاجت دهنده ازدواج خیلی معروفه. شهدایی که حاجت ازدواج میدن؟ خب بین این هزاران شهید اگه چند تا شهید استخدامی و شهید مسکنی و شهید خودرویی و شهید آلودگی هوا و شهید تحریمی هم داشته باشیم مشکلات مملکت همه حل میشه. پیش از این هم بحثی در مورد نامزدی عده‌ای از زنان مذهبی با کشته‌های جنگ ایران و عراق در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. خب لامصب ازدواج مگه نباید با رضایت دو طرف باشه؟ شاید اون خدا بیامرز از سیبیلای تو خوشش نیاد اصلا. ازدواج اجباریه؟ ما روح جسمی ندارن که حالا بگیم ارتباط فیزیکی خدایی نکرده باشه، ما روح ارتباط معنوی با این شهدا داریم. ببین یعنی حتی به فیزیکی کردن رابطه هم فکر کردن ها. خدا رو شکر که نظر علمی شدنی نیست، وگرنه اینا تا فرزند آوری هم پیش می رفتن. دیگه شب جمعه آدم نمیتونست با زن و بچه پاشو بذاره به زهرا.